برگشتیم در ادامه برنامه. دکتر نجم السما شفاجو متخصص نسایی ولادی مهمان ما هستند و امروز صحبت میکنیم در مورد خانم های حامله ای که بسیار نگران و با تشویش هستند که با ویروس کرونا چقدر میتونه خطر ایجاد کنه به خودشان، به طفلشان و ای که آیا میتونن که این نه ماه را بدون کدام خطر و سالم و صحتمند به اتمام برسانن یا خیر. شما میتونین سوالاتتون با ما شریک بسازین. سلام دکتر صاحب، صبحتان بخیر و خوش آمدین به برنامه. سلامت باشین، زنده باشین. دکتر صاحب، سوالی که بسیاری از خانم های حامله میپرسن، اولی که در این شرایط بسیاری از خانم ها و خانواده و زوجا نو شاید تصمیم میگیرن به این که صاحب اولاد شوند، طفل پیدا کنند و خانمشان حامله شود، و بحث بعدی است که خانمایی که حمل دارند باید چی کنند. اول در مورد همین بگوین که آیا زوجایی که نو تصمیم میگیرند به اینکه حمل بگیرند، آیا میتونن که یک دور خوب ختم کنند و به پایان برسانند، یعنی همین نه ماه را میتونن بدون کدام خطر بگذرانند؟ در این مورد شما به عنوان یک متخصص در این رشته چی میگین؟ بله، اولی که او زوجینه که نو ازدواج کردن و خواهان ازی هستند که باید طفل به دنیا بیارن و صاحب طفل شوند، نظر ما و توصیه اکثر علما اینمی است که باید به تعویق بردن ای آرزوی خدا که باید اولاد دارشان. برای ازی که همیشه ما میگیم که 3 ماه پیش از حاملگی پیش دکتر نسایی ولادی برین، نظر از او بگیرین که آیا اجازه برتان میده که حمل بگیرین یا نه. اما در این شرایط کرونایی که حتی ببینین بازارا بسته است، حتی که مراکز صحی زیادترش بسته شده میره، ماینه خانه شخصی زیادتر بسته است، اینا هم حمل گرفتن خود بر حد اقل امی که ویروس کرونا یک کم آرام میشه به طبیق برتن و بعد از او تصمیم حمل بگیرن. و آمدیم سر از این که خانمای حامله که هستن اونا چی باید بکنن. اولی که خانمای حامله وقت که نو شیوع ویروس کرونا در افغانستان و در جهان آمده بود، میگفتیم که خانم حامله را نمیگیره، اگر میگیره هیچ واقع فوتی اطلاع داده نشده. اما چون ویروس نو است و تحقیقات در مورد ازی هنوز به پای اتمام خود نرسیده، هنوز شواهد زیاد به دسترس قرار نداره، حالا میگم که نه، خانم حامله را ویروس کرونا میگیره و واقعات فوتیش هم راپور داده شده. پس ازی بفهمیم که نه، خانمای حامله بسیار محتاط باشن. بله. و دکتر صاحب، یک موضوع دیگه ای که وقتی که یک خانم حمل می داشته باشه، یعنی قبلا قسم بود که دکترها می گفتن یک خانم حامله باید حداقل هر ماه یک دفعه پیش دکتر بیایه برای که او خانم التراساوند شوه و دیگه تعقیب شوه و چک شوه برای که کدام مشکلی بر خودش بر طفلش ایجاد نشده باشه، چون با این معاینات کلش قابل تشخیص است. آل خانم های حامله میگن که ما چطور کنیم؟ آیا باید به دکتر خود مراجعه کنیم هر ماه یا خیر؟ و یا ای که باید کدام شرایط بخصوص بگذرانیم فعلا؟ گپ شما مریم جان که سازمان صحی جهان وقت میگفت که حداقل در دوران حاملگی باید 4 دفعه پیش دکتر برن. باز چون آمار مرگ و میر زیادتر بود، از این خاطر که این 4 دفعه بس نبود، کافی نبود، میگفتن که نه، ماه 1 دفعه پیش دکتر برن. اما در شرایط کرونایی خوب است که زود پیش دکتر مراجعه نکنن، تا که مشکلات بسیار جدی که حیاتشان خدا نخواسته تهدید میکنه، در او حالت میشه که پیش دکتر برن. که او کدام حالت است؟ در حالاتی که اوریزی می داشته باشن، خونریزی می داشته باشن، فشارهای بسیار بلند خطرناک می داشته باشن، و یا کاهش تحرکیت جنین می داشته باشن، در این حالات می تانن که نزد دکتر خود مراجعه بکنن. در غیر از او، اما دواهایی که از طرف دکترشان توصیه میشه که کلسیم است، آهن است، یگان ویتامین ها است، اینا توصیه بکنن و مطابق توصیه دکتر خود رژیم غذایی خود، سپورت های خود تنظیم بکنن، و تا حد ممکن کوشش بکنن که از طریق تلفن و یا صفحات مجازی امرای دکتر خود به تماس باشن و کوشش بکنن که پیش دکتر نرن، الا ای که دردای ولادتشان شروع میشه. درد ولادتشان هم اگر شروع میشه، برشان یاد میتونم که در 10 دقیقه اگر 3 درد می داشته باشین، دوام دردتان 35 ثانیه میرسه و دردایتان تیز شده میره. اتو نه که یک درد پس بیه، یکی پیش، یا یکی دوامدار باشه، یکی کوتاه باشه، یکی درد سخت باشه، یکی سست باشه. امی که دردام منظم شده میره، شدیدتر شده میره،
میره، قوی تر شده میره. اونو معنی است که دردای ولادت تان شروع شده و دردای کاذب ولادی نیست. در اون صورت میشه که پیش دکتر مراجعه بکنن. این دردای ولادت هم چقدر میتونه طول بکشه یا میتونه در کسی متفاوت باشه؟ نظر به اول باری و نظر به چندم باری فرق میکنه. در اول باری هم ممکن است تا 18 ساعت هم یک پروسه ولادت طول بکشه، اما بعض در خانم هایی که چندین دفعه اولاد آوردن دوام میشه که 6 8 ساعت کم و زیاد در بر بگیره. اما بعضی از خانم ها هستن که در ظرف یک ساعت ولادت میکنن. این کوشش بکنن که خود خانمی که تجربه ولادت داشته باشه او در نظر به ولادت های قبلی خدا میگه دکتر صاحب من یک زود ولادت میکنم که تا به موتر نمیرسم در شفاخانه که برسم زود کردم. میگن باراش سرمیز و ولادت کو. یکی دیگه باز میگه که من یک قدر گندم بریان و درد میخورم اما هیچ نیست که طفلکم تولد شوه. پس این خانم ها تجربه می داشته باشه و نظر به معاینه که دکتر هم میکنه یک حدس برشان میزنه که پروسه ولادت تو اینقدر وقت در بر میگیره. پس خانم هایی که حمل دارن برشان کرونا خطرناک بوده میتونه؟ بله مسلما. و در مورد این بگوین که در زمان ولادت آیا ممکن است که کرونا از مادر به طفل انتقال کنه یا وقتی که یک خانم حمل داره و اون مبتلا به کرونا میشه ای به جنینش هم انتقال میکنه؟ بازم باید بگویم که تحقیقات هنوز ناتکمیل است. تحقیقات در این مورد جریان داره که آیا انتقال میکنه یا نمیکنه. یک تحقیقی که سر 38 خانم حامله اجرا شده بوده و طفلای ازیا که تعقیب شده هیچ کدام از نوزادای ازیا کرونا ویروس نداشته. اما تحقیق دیگه که سر 33 خانم حامله در چین اجرا شده دیده که 30 خانم اولادایشان یا نوزادایشان کرونا ویروس نداشته، اما 3 نوزاد کرونا ویروس داشته. اما وقتی که مایع امنیتی کمی مایعی که جنین در شناور می باشه ایره مایع نکردن، در این ویروس نیافتن، در خون پلاسنتا نیافتن، در کانال ولادی نیافتن، اما ای که چطور انتقال کرده این ممکن است که پسان انتقال کرده باشه. اما باید نادیده نگیریم، ویروس کرونا ممکن است که انتقال بکنه اما تحقیقات هنوز تکمیل نیست. بله. و موضوع دیگه ای است که یک خانومی که طفلش به دنیا میاد آیا اگر خانم کرونا گرفته باشیش آیا به طفل خود شیر بته یا نته؟ یک تماس هم داریم، اگر اسمشان هم درست متوجه شده باشم. بله، فریحه جان از هرات، صبح بخیر، میتونین سوالتون رو بپرسین. گفتم بله میشنم دکتر. بله فریحه جان بفرما، سوالت چی است؟ گفتم سوال میست که من عامله دار است و عامله دار است من سما با عامله دار است ما است و گفتم من در درد است و زیاد دل بد است که من از مقسم هاست که برای جیدی بپرسم. دل بد است؟ بله. تشکر، بفرمایید دکتر. در 3 ماه اول حاملگی معمولا دلبدی ها، استفراقات و بیشتیایی ها می باشه. ضرور نیست که از خاطر از این مشکل شما پیش دکتر مراجعه بکنین. کوشش بکنین که نانتان زود سود بخورین تا معدتان مصروف هضم غذا باشه و مواد غذایی آهسته آهسته به وجودتان جذب شوه. اگر شما دلبدی دارین و یک جایی نان میخورین، نه معدتان هضم کرده میتونه و نه هو را جذب کرده میتونه، پس شما را دلبد میکنه. در بین غذاهایتان مایات استفاده نکنین، کوشش بکنین مایات پیش از وعده غذاییتان استفاده بکنین و کوشش بکنین آب ساده استفاده بکنین و در این شب و روز خب بسیار زیاد از نوشابه ها استفاده میشه و بعض خانم ها هستن که میگن تا که نوشابه گازدار نخورم نان من هضم نمیشه، آرق نمیکشم و هیچ نان سردلم استاد میشه. کوشش بکنین که از نوشابه های گازدار استفاده نکنین، از مایات ساده استفاده بکنین و همچنان از غذاهای سرخ کده و ترش و تند و بسیار شیرین که سبب دلبدی میشه از این پرهیز بکنین. و بازم اگر دلبدیتان خوب نمیشه یگان تبلتکای ویتامین B6 میتونین استفاده بکنین. و گپ مهمی است که شما وقتی که نان نوشجان میکنین سرتان گنگس میشه. معمولا ما تجربه کردیم نه که وقتی نان میخوریم یا مواد غذایی میخوریم سر آدم گنگس میشه و کوشش میکنه که خواب بکنه، چون مقدار زیاد خون به طرف سیستم هضمی میره تا هضم جذب کنه به سر یا به دماغ خون کم میشه، از او خاطر احساس گنگسی پیدا میشه. کوشش بکنین که سرتان نمانین. اگر سرتان بانین
مواد غذایی معده زیادتر تمایل پیدا میکنن به طرف دهن به و سبب دلبدی ها شوه. این همی توصیه ها را اگر شما عملی بکنین انشالله دلبدی هایتان کمتر خواهد شد. بله، سوال ما همی بود که آیا در صورت ابتلا به کرونا میتونن شیر بتن مادر یا خیر؟ بله، مسلماً شیر مادر خو یک گپ بسیار ضروری است که در هر حالت مادر شیردهی باید بکنه و تجربه نشان داده که یا مادر اگر ولادت میکنه، اگر عملیات هم میشه، تا 40 دقیقه اگر به نوزاد خود شیر میده، او نوزادش بسیار یک نوزاد عاقل و هوشیار و زیرک میاد. وقتا میگفتن ساعت اول بعد از ولادت باید بود، اگر یک ساعت هم تیر میشه پروانه داره. مگر حال کوشش ما بریز که در ظرف 40 دقیقه باید شیر مادر به نوزادش برسانه. این صحبت ها را تکمیل میکنیم. نادیه جان سلام، صحبت بخیر، میتونی سوالت را بپرسی؟ سلام مریم جان، سلام خدمت شما، خدمت مهمانتان. تقریبا یک 25 روز پیش من یک تبی شدید گلودرد برای من پیدا شده بود. دیگه حمل هم دارم 6 ماه و میخواستم که میخوام از دکتر سپرسان کنم که آیا این به تیپلی من سرایت کرده یا نه. باز ما پیست داره بودم در افغان جاپان، دیگه پیست ما نبر آمده بود، باز گفتم که شاید کرونا باشی و من خاطر میخوام که بفهمم که به تیپلم سرایت کرده کرونا یا نه. بله نادیه جان، ویروس کرونا از مادر به جنین انتقال نمیکنه. تا حالا خوش شواهد بر زمین است که انتقال نمیکنه، به خاطر که ارتباط خودت با جنین توسط 4 پرده 4 مانعه وجود داره که مواد غذایی را و مواد خوبه انتقال داده میتونی به جنینت، اما مواد مضر انتقال داده نمیتونی. پروردگار به می ظرافت و نزاکت و لطافت ساخته مادر و جنینه که سعی که در بطن تست، اما مواد مضر ویروس تو انتقال داده نمیتونی. و از این هم که گلودردی داشتی و سردردی داشتی هم قابل تشویش نیست. موسم گلودردی هم است که زیادتر مردم به تشویش میکنه. خوبتر است که امو نکات ابتدایی وقایوی را مد نظر بگیری و حالا که الحمدلله خوب استی دلت جمع جمع باشه. و اگر تشویش میکنی که کرونا به جنین ما انتقال کده یا استرس میکنی، فشار روحی سرت میاری، مقاومت تا پایان میکنه. و خود حاملگی هم یک زمان است که مقاومت مادر پایان میباشه. پس کوشش بکن که خود قوی بگیری، مواد غذایی خوب استفاده بکنی و ایره از ذهنت بکش که کرونا و جنین ما انتقال کرده، اصلا هم دلت جمع باشه انشاءالله. و در مورد شیر اگر صحبتی ما تکمیل کنیم که وقت به پایان رسیده. بله مادر کوشش بکنه که اگر با ویروس کرونا مبتلا هم است و یا مشکوک است، با شیر خود جنین نوزاد خود را تغذیه بکنه، به خاطر که بازم هیچ شواهد نشان نداده که توسط شیر ویروس کرونا منتقل میشه. پس اما مراحل ابتدایی وقایوی را مد نظر بگیره که قبل از شیردهی و بعد از شیردهی دستای خود را امو بر 20 ثانیه امرای آب صابون بشوین، ماسک استفاده بکنن و طفلک خود را با شیر خود تغذیه بکنن. و در صورتی که بسیار مادر زجرات تنفسی داره و بسیار به تکلیف است، پس یک شخص نرمال میدانه که مادر کمک بکنه و یا ای که شیرش بکشه و باز بعد از او کت قاشق و یا چوشک پاک صفا به نوزاد بخورن. بله تشکر دکتر صاحب عزیز، تشریف آوردین. بله و اینجا می خواهیم که پس از وقفه با جناب محمد امین بابک رئیس رابطه عامه اتاق تجارت و سرمایه گذاری صحبت داشته باشیم در رابطه با رکود 90% صادرات افغانستان به کشورهای مختلف و موضوعات دیگر هم با آقای بابک شریک خود ساختیم. آلها وقفه میگیریم. برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین و برای پیوستن با چنل یوتیوب ما اینجا را کلیک کنین.